وهابیون میگویند توسل حرام است و اگر انسان حاجتی دارد باید مستقیما از خداوند بخواهد و حق ندارد که در خانه خدا کسی را واسطه و وسیله قرار بدهد. در صورتی که این گفته وهابیت نه تنها با گفته شیعه و اهل سنت تفاوت دارد بلکه با گفته خود خداوند در قرآن هم نیز مغایرت داره، چون خداوند در قرآن می‌فرماید وابتغوا الیه الوسیله، در خانه من که میای با وسیله بیا. این دستان گناهکار و آلوده من چه آبرویی در خانه خدا دارد که بی واسطه در خانه خدا بلند بشود و بگه یا الله؟ پس باید با واسطه رفت در خانه خدا. از قضا ابن تیمیه که بنیانگذار مکتب وهابیت است از نظر فکری، ایشان در تألیفات خود قائل به مشروعیت توسل شده است و حتی کتابی نوشته است به نام قاعدة الجلیلة فی التوسل والوسیلة. اون وقت عجیب اینه که ابن تیمیه در این کتاب قائل به مشروعیت توسل شده است و میگوید مراد از وسیله در آیه شریفه وابتغوا الیه الوسیله عمل صالحه. این که باید با وسیله رفت در خانه خدا، وسیله عمل صالحه. عمل صالح چیه؟ نماز، روزه، حج، زکات، خم، صدقه، اینا عمل صالحه. با عمل صالح باید رفت در خانه خدا. این اعمال صالحه را باید وسیله قرار داد در خانه خدا. حالا ایراد و اشکالی که ما به ابن تیمیه داریم اینه که شما چرا آیه رو مقیدش کردید؟ کجای آیه داره وسیله فقط عمل صالحه؟ بلکه خداوند به طور مطلق می‌فرماید وابتغوا الیه الوسیله. حالا اون چه که مهمه اینه بالاخره ابن تیمیه قائل به مشروعیت توسل شده، پس چرا وهابیت فعلی به طور مطلق میگویند توسل غیر مشروع است؟ از قضا روایاتی داریم در کتب اهل سنت که این روایات بیانگر مشروعیت توسله. از جمله اون روایات این روایته که حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک و علی الصحیحین و جلال الدین سیوطی در کتاب الخصائص النبویه و بیهقی در کتاب دلائل النبوه و زرقانی در کتاب المواهب اللدنیه و سایر محدثان اهل سنت این روایت رو نقل کردن که وقتی حضرت آدم ترک اولا کرد بعد پشیمان شد، حالا میخواد توبه کند. چه گفت به خدا؟ گفت یا رب اسألک به حق محمد. لما غفرت لی
خدایا به حق پیغمبر اکرم مرا ببخش و بیامرز. خدا فرمود ای آدم، تو از کجا محمد رو شناختی؟ من که هنوز محمد رو خلق نکردم. حضرت آدم عرضه داشت پروردگارا وقتی که تو مرا آفریدی و در بدن و جسم من روح دمیدی و من زنده شدم، بلند شد و نشستم، دیدم بر ساق عرش الهی این جمله نوشته شده: لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد فهمیدم مقربترین و محبوبترین فرد به تو پیغمبر اکرمی، لذا پیغمبر رو در خانه تو واسطه و وسیله آمرزش خودم قرار دادم. خداوند هم فرمود ای آدم درست گفتی، محبوب ترین فرد نزد من پیغمبر اکرمه، پس مرا به حق این پیغمبر بخوان تا من تو را ببخشم و بیامرزم. این یه روایت. روایت دیگر در صحیح ترمذی و همچنین در سنن ابن ماجه و در مسند احمد ابن حنبل این روایت آمده که شخص نابینا و کوری وارد بر پیغمبر شد، گفت یا رسول الله، من کور مادرزادم، از خدا شفای مرا بخواهید. پیغمبر اکرم فرمود پس بلند شو، وضو بگیر، دو رکعت نماز بخوان و بعد از نماز بگو اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبیک محمد. نبی رحمه. آقا این شخص کور هم حسب الامر پیغمبر بلند شد، وضو گرفت، دو رکعت نماز خوان و خدا را به حق پیغمبر قسم داد. خدا هم در نتیجه دیدگان او رو بینا کرد. عثمان ابن عمیر که راوی این حدیثه میگه من بودم در اون مجلس که این شخص کور از اون مجلس خارج نشد مگر اینکه دیدگانش بینا شد.